امروز دوشنبه سوم خرداد 1389، 24 می 2010 و اکنون به خبرها می‌پردازیم. بینندگان عزیز وین تیوی، زانیار کمانگر هستم. سلام من رو از استدیوی اخبار وین تیوی پذیرا باشید. وقتتون بخیر، لیلی بازرگان هستم. بعد هم آقای اوباما بر این باور نادرست بود که میشه با حکومت ایران تعامل کرد، باش کنار اومد، باهاش گفتگو کرد و حدود یک سال طول کشید تا دولت پرزیدنت اوباما به این باور رسید که نه، اینها آدم های سرکشی هستند و حاضر نیستن. در مورد سوال شما، من حرف آقای احمدی نژاد بیشتر مربوط به دولت خودشه. مسلماً ملت ایران با ملت روسیه یا دولت روسیه هیچ وقت تناقضی نداشته، مسئله‌ای نداشته. همسایگیشون هم بسیار محترمه، روابطشون هم خیلی خوب بوده و خواهد بود. ولی این مسئله این دولت مافیاییه. بله. با این دولت کسی که نمیتونه بیاد. درسته. در زمان موقت ممکنه. بله. ولی اینها هیچ برنامه‌شون انسان نمیتونه پیش بینی کنه. در سایت حکومتی رجانیوز همین مطالبی رو که آقای سروش در نامه خودش متذکر شده بود مورد بحث و بررسی قرار دادن. رجانیوز توسط قاسم زبانبخش اداره میشه که از نزدیکان مصباح یزدی و از حقوق بگیران بیت المال. بینندگان عزیز وین تیوی، در بخش اول ورزشی گزارش‌های متنوعی از اخبار ورزشی که در دو روز آخر هفته پیش اومده برای شما تهیه کردیم. در یک غروب بهاری دلنشین، سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه جورج میسون ویرجینیا شاهد حضور خیلی دوستداران موسیقی اصیل ایرانی و بالاخص استاد محمد رضا شجریان بود. با هم لحظاتی از این کنسرت نگاه می‌کنیم. با درود فراوان خدمت شما عزیزان بیننده محترم شبکه وین. روز سوم خرداد برای خیلی‌ها که ناراحت کننده باشه، برای آقای هاشمی رفسنجانی خوشحال کننده است و یادآور روزهایی است که ایشون عملاً فرمانده جنگ بودن. ایشون برای ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر توضیحات زیادی دارن، ولی البته معمولاً تقصیر رو گردن بقیه میندازن. بر اساس گزارش‌هایی که به ما رسیده، ایشون تقصیر رو گردن دلالای اصلی انداختن که پورسانتشون رو میدادن به بعضی‌ها که بالاخره در مصدر قدرت بودن. اما میرسیم به بحث شریف دونکیشوتیسم دو خردادی. همونطور که میدونید مرحوم دونکیشوت که البته نمونه های دیگری هم داشت، همیشه حمله میکرد به آسیاب بادی برای اینکه نماد قدرت بود، ولی این دفعه اسب دونکیشوت اصلا ولو شده رو زمین. اما معلوم شد دونکیشوت کسی نیست جز سید محمد خاتمی که یه کمی نسبتاً میتونیم بگیم بر اساس تشخیص ما متوهم بود نسبت به وضعیتی که دنبالش بود و فکر میکرد با اصلاحات همه چیز درست میشه. اما خب ایشون نتونستن موفق باشن، برن رو به جلو، حالا رو به عقب دارن حرکت میکنن.
و نهایتاً صحبت‌های بسیار جذاب آقای کروبی که از همه خواستن که وجه رحمانی سخنان آقای خمینی توجه بکنن. همونطور که می‌دونید آقای خمینی در سال‌های آخر زندگیشون وجه رحمانی چندانی نداشت و طرفدار جنگ و محو کردن اسرائیل و اعدام و بکش بکش مرتدها بودن. حالا اگر شما وجه رحمانی رو درک کردید برای ما لطفاً بفرستید.